به نام خدا. سلام، به اپیزود 51 از سلفی کست خوش اومدید. سلفی کست در مورد خودشناسیه و در این برنامه میخواییم راجع به عادتها از نگاه جیمز کلیر صحبت بکنیم. جیمز کلیر نویسنده و سخنران مطرحیه که در مورد عادتها تحقیقاتی رو انجام داده و معتقده که پیشرفتهای کوچیک 1% هرچند که نامحسوس باشن، در دراز مدت تأثیرات شگفت‌انگیزی رو روی انسان میگذارن. شما هر هدفی که داشته باشید باید یک سیستم برای رسیدن بهش طراحی کنید و این سیستم چیزی نیست جز یک سری عادت که روزانه باید انجامش بدین تا پیشرفت‌های کوچیکی داشته باشید و طی مدت زمان لازم به هدفتون برسید. به این سیستم عادتی میگن عادت‌های اتمی. آقای کلیر معتقده که عادت و هویت روی همدیگه اثر میگذارن، یعنی عادت‌ها هویت شما رو عوض می‌کنن و هویت شما در شکل‌گیری عادت‌هاتون مؤثره. برای اینکه این موضوع رو جا بندازه از یک نمودار سه‌لایه‌ای استفاده میکنه و میگه باید در این سه‌لایه تغییر ایجاد بشه تا عادت‌های ما تغییر بکنه و تثبیت بشه. لایه‌ها به ترتیب اینها: نتایج، فرایند، هویت. شما اهدافتون رو در لایه اول یعنی نتایج مشخص میکنید. مثلا میخواین وزنتون کاهش پیدا کنه، پس این میشه تغییر نتیجه. لایه دوم که فرایندها هستن مربوط به سیستم عادت‌ها هستش. برای اینکه وزنتون کاهش پیدا بکنه باید بیشتر ورزش کنید، پس به باشگاه میرید و ثبت نام میکنید و یک تغییر هم توی رژیم غذاییتون میدید. لایه سوم تغییر هویته که مربوط به باورهاتون میشه. جهانبینی و خودانگارتون در این لایه هست. من میخوام یک فرد ورزشکار یا خوشندام باشم، پس باید کاری کنم که وزنم بیاد پایین. ما به دو روش میتونیم تغییر رو شروع بکنیم. روش اول اینه که ما با تمرکز بر نتیجه یا هدف بریم جلو. در این مثال ما با تمرکز بر کاهش وزن میتونیم عادت‌هامون رو تغییر بدیم. روش دوم اینه که ما با تمرکز بر روی اینکه چه کسی میخوایم باشیم بریم جلو. در مورد این مثال من میخوام یک آدم خوشندام باشم یا یک آدم ورزشکار باشم، پس تغییر عادت‌ها رو شروع میکنم. حالا تصور کنید یک نفر میخواد سیگار رو ترک کنه. یه نفر میاد و بهش سیگار تعارف میکنه. میگه نه ممنون، من دارم ترک میکنم. این یعنی نتیجه و هدف رو در نظر داره که ترک سیگاره. به یک نفر دیگه سیگار تعارف میشه و اون میگه ممنون، من سیگاری نیستم یا من دیگه سیگاری نیستم. این یعنی باور و هویتش رو در نظر گرفته و تغییر داده. با توجه به کل مطلبی که ما در مورد خودشناسی در اپیزودهای مختلف گفتیم، تغییر عادت بر اساس تغییر باور معقول‌تر به نظر میرسه و خود آقای کلیر هم معتقده که رفتارها و عادتهایی که با هویت ما سازگار نباشند دوام چندانی ندارند. اینجاست که شما اگر دلتون میخواد عادتی رو ایجاد بکنید اما سختتونه، به خاطر اینه که اون عادت با باورهای شما در تضاده و یک مقاومت درونی اجازه نمیده اون عادت رو در خودتون ایجاد بکنید. پس اگر میخواید عادتی رو ایجاد بکنید که سختتونه، باید روی تغییر باورهاتون کار بکنید و اون کسی که میخواید بشید رو در نظر بگیرید. مثلا فرض کنید شما میخواید عادت سحرخیزی رو در خودتون ایجاد بکنید. باید اول اینو در نظر بگیرید که شما میخواید یک آدم سحرخیز باشید تا از مزایای سحرخیزی استفاده کنید و از اون طرف نمیخواید آدمی باشید که صبحا به زور از خواب بلند میشه و باور دارید که سحرخیزی کمک زیادی میتونه به شما بکنه. حالا در قدم بعدی باید یک روال رو برای خودتون درست بکنید. مثلا تا یک ماه هر روز 3 دقیقه زودتر از روز قبل بیدار بشید. این 3 دقیقه ها در طول یک ماه میشن 90 دقیقه و شما در عرض 2 ماه 3 ساعت زودتر از حد معمول بیدار میشید. و این تغییر ماندگاره چون شما به این که آدم سحرخیزی باشید باور دارید. برای بقیه عادت ها هم به همین شکله. اگر میخواید عادت مطالعه روزانه رو در خودتون پرورش بدین، نباید هدفتون خوندن یک سری کتاب باشه، بلکه باید هدفتون این باشه که یک فرد کتاب خون بشید. اگر میخواید عادت دویدن رو در خودتون ایجاد بکنید، نباید هدفتون شرکت در یک مسابقات خاصی باشه، بلکه باید هدفتون این باشه که به یک دونده تبدیل بشید. به طور کلی زمانی که هویت و رفتار شما همسو باشن، شما برای تغییر عادت یا ایجاد عادت جدید مشکلی نخواهید داشت. برای هر عادتی شما یک فرایند 2 مرحله‌ای دارید. مرحله اول اینه که در مورد شخصیتی که میخواید داشته باشید تصمیم بگیرید که تا الان در موردش صحبت کردیم و مرحله دوم اینه که شخصیت رو با پیروزی‌های کوچیک به خودتون اثبات بکنید. منظورم اینه که با یک سری عادت‌های کوچیک روزانه به اون شخصیت نزدیک بشید. حالا برای ایجاد عادت‌ها ما با یک فرایند 4 مرحله‌ای طرف هستیم: نشانه، اشتیاق، پاسخ و پاداش. اولین مورد نشونه هستش. نشونه اطلاعاتیه که پاداش رو پیش بینی میکنه. ذهن شما مداوم محیط بیرونی و درونی رو تحلیل میکنه تا نشونه هایی از محل پاداش ها پیدا بکنه.
وقتی نشونه رو پیدا کرد احساس میکنه به پاداش داره نزدیک میشه و همین باعث اشتیاق میشه. یعنی ما وارد مرحله دوم میشیم. وقتی اشتیاق داشته باشید هر کاری ممکنه. البته اشتیاق شما به خود عادت نیست، بلکه به ایجاد تغییر در وضعیت شماست. شما مشتاق مسواک زدن نیستیم، بلکه مشتاق دهان پاک و خوشبو و دندانهای سفید هستیم. مرحله سوم پاسخه. پاسخ عادتیه که شما انجامش میدین و میتونه یک عمل یا یک فکر باشه. اگر یک عمل یا فکر نیاز به تلاش بیشتر از اشتیاق شما داشته باشه، شما اون کار رو انجام نمیدین. پاسخ شما هم به توانایی شما بستگی داره. اگر توانایی شما کوچکتر از پاسخ باشه، شما قطعاً عادتی رو تشکیل نمیدین. و در نهایت پاسخ پاداشی رو به وجود میاره که مرحله چهارمه. پاداش هدف نهایی هر عادتیه. نشونه در مورد توجه کردن به پاداش، اشتیاق در مورد تمایل به پاداش و پاسخ در مورد به دست آوردن پاداش. مغز ما به دو دلیل دنبال پاداشه. یکی اینکه اشتیاق در ما ایجاد کنه و یکی اینکه به ما یاد بده که چه کاری لذت بخشه که ما اون کار رو انجام بدیم و چه کاری رنج‌آوره که ما اون رو انجام ندیم. اگر رفتاری در هر یک از این مراحل کافی نباشه به عادت تبدیل نمیشه. یعنی شما اگر نشونه ای نداشته باشید عادتی تشکیل نمیشه، چون اشتیاقی ندارید و قطعاً پاسخی برای اشتیاق ندارید که بخواید به مرحله پاداش برسید. اگر اشتیاق کافی هم نداشته باشید باز عادت تشکیل نمیشه. اگر پاسخی هم برای اشتیاقتون نداشته باشید و کاری انجام ندید باز عادت تشکیل نمیشه. اگر میخواید عادتی رو در خودتون بسازید، اول باید نشونه رو مشخص کنید. برای این کار میتونید لیست عادتهای روزانه‌تون رو بنویسید و ببینید کدومشون رو دوست ندارید و با شخصیت دلخواهتون جور در نمیان. بعد اینکه مشخص کردین، یک عادت خوب جایگزینش بکنید و بعد شروع بکنید به برنامه ریزی. طبق تحقیقات، در این برنامه ریزی اگه مکان و زمان رو مشخص بکنید، احتمال عمل خیلی بیشتر نسبت به زمانی میشه که این دو رو مشخص نمی‌کنید. مثلا من ساعت 5:30 صبح 5 دقیقه توی اتاقم نرمش میکنم. این احتمال این عادت رو در من بیشتر ایجاد میکنه تا موقعی که بگم من صبح از خواب بلند میشم نرمش میکنم. یه کار دیگه هم میتونین بکنین که بهش میگن زنجیره رفتاری. شما یک عادتی رو که هر روز انجامش میدین، بلافاصله بعدش عادت جدیدتون رو بگذارید. مثلا من صبح اول یک فنجون قهوه میخورم و بعدش مراقبه میکنم. این کار هم طبق تحقیقات احتمال اقدام رو تا حد زیادی بالا میبره. نکته بعدی اینه که محیط بسیار در رفتارها و عادتهای شما میتونه مؤثر باشه. شما اگه میخواید عادت آب خوردن رو در خودتون ایجاد بکنید، حتما یک بطری آب باید دم دستتون باشه، وگرنه ممکنه با 4 بار رفتن سر یخچال بیخیالش بشید و انجامش ندید. پس مهمه که محیطتون رو با توجه به اهدافتون طراحی بکنید. مرحله دوم ایجاد عادت، مرحله جذاب کردنه. برای ایجاد اشتیاق ما باید همه عادت‌هامون رو جذاب بکنیم تا انگیزه انجامشون رو داشته باشیم. انگیزه رابطه مستقیمی با انتقال دهنده عصبی دوپامین داره. دوپامین موقعی ترشح میشه که ما از فعالیتی لذت ببریم یا یک لذتی رو پیش بینی بکنیم. پس ما میتونیم پاداش عادتی که میخوایم ایجاد کنیم رو پیش بینی کنیم تا سطح دوپامین ما بالا بره و انگیزه در ما ایجاد بشه. یه کار دیگه هم میتونیم انجام بدیم. اونم اینه که بعد از انجام عادتی که مشخص کردیم نیاز داریم که اون کار رو انجام بدیم، یه کار دلخواه پشت سرش انجام بدیم. مثلا بعد از ورزش صبحگاهی که نیاز داریم بهش انجام بدیم، یک لیوان آب میوه طبیعی هم میخوریم که لذت بخشه. و این کار لذت بخش بعد از انجام اون عادت باعث میشه که ما دوباره اون عادت رو تکرار بکنیم. کار دیگه‌ای که برای ایجاد عادت میتونه کمک بکنه، پیوستن به کسانیه که اون عادت رو دارن. این کار خیلی موثره. مثلا اگر میخواید کتاب خون بشید، بهتره که با افرادی که کتاب خون هستن رفت آمد بکنید. مرحله سوم ایجاد عادت اینه که آسونش بکنید. تا جایی که میتونید کاری که باید انجام بدید رو آسونش کنید. چون تکرار یک کار آسون بسیار راحت تر و تکرار یک کار سخت بسیار دشوارتره و مغز ما مقاومت میکنه در مقابلش. چون کار اصلی مغز حفظ انرژیه و جلوی کارهای سخت و انرژی بر رو میگیره. و یادتون باشه که محیط رو هم بر اساس اهدافتون تنظیم کنید. گاهی اوقات عوامل محیطی یک کاری رو سخت میکنن. یکی از کارهایی که میتونید ازش استفاده بکنید برای ساده سازی کارها، قانون 2 دقیقه است. به این صورت که مثلا اگر شما میخواید عادت روزی نیم ساعت ورزش کردن رو داشته باشید، برای این کار شما باید از روزی 2 دقیقه شروع کنید و هر وقت که حالشو ندارید ورزش بکنید، به خودتون بگین فقط 2 دقیقه ورزش میکنم و برید برای 2 دقیقه ورزش کردن. اینجوری مغزتون کمتر مقاومت میکنه و وقتی شروع کردین به احتمال خیلی زیاد خیلی بیشتر از 2 دقیقه ورزش میکنید. و
مرحله آخر رضایت بخش کردن عادته. برای تداوم و تکرار یک کار ما باید اون رو رضایت بخش کنیم. مغز ما نتایج فوری رو به نتایج دراز مدت ترجیح میده. یعنی اگر کاری در لحظه ای برای ما لذت بخش باشه ما اون رو تکرار میکنیم. اگر در لحظه ای برای ما رنج آور باشه ما دیگه اون رو تکرار نمیکنیم. ما به عنوان یک انسان باید یاد بگیریم که هر موقع لذت یا رنج فوری از یک کاری نصیب ما میشه، آیا در دراز مدت باعث میشه ما به هدفمون نزدیک بشیم یا دور بشیم. ما باید از این نکته به خوبی استفاده کنیم و اگر کاری که انجام میدیم رنج داره ولی در دراز مدت به نفع ماه و ما رو به هدفمون نزدیک میکنه، باید لذت لحظه‌ای رو بهش اضافه بکنیم. و برعکس اگر کاری لذت لحظه‌ای به ما میده اما در دراز مدت به ضرر ماست، باید رنج لحظه‌ای رو بهش اضافه بکنیم و سعی بکنیم اون رو ترکش بکنیم. این یعنی هماهنگی با عملکرد مغز. یکی از راه‌های ایجاد لذت اندازه‌گیری پیشرفته. مثلا شما برای مسابقات کشتی باید وزنتون رو کم بکنید. تمرینات طاقت فرسایی رو دارید اما با اندازه‌گیری وزن کم شده این لذت رو به مغزتون انتقال میدید که دارید به هدفتون نزدیک میشید تا باهاتون همکاری کنه و تا رسیدن به هدف در کنار شما باشه. حالا اگر بخواید یک عادت بد رو که لذت لحظه‌ای داره انجامش ندین، برای خودتون یک تنبیه در نظر بگیرید و بلافاصله انجامش بدید. مثلا اگر در صحبت کردنتون زیاد از ا یا استفاده میکنید، یک کش دور دستتون بندازید و هر وقت در حین صحبت کردن از ا یا استفاده کردید یک ضربه با کش به دستتون بزنید. درد لحظه‌ای اون باعث میشه که مغزتون در مقابل انجام این عادت بیسته و این عادت رفع بشه. بسیار خوب دوستان، امیدوارم که با این نکات بتونید هر عادت خوبی رو که میخواید در خودتون ایجاد بکنید و هر عادت بدی رو که میخواید ترک بکنید به راحتی بتونید این کار رو انجام بدین. بحث عادت ها میتونه در آستانه سال 1401 به شما کمک بکنه که سال جدید رو تصمیم بگیرید که چه عادت هایی رو میخواهید بسازید و چه عادت هایی رو از بین ببرید و در کل شما رو یک قدم به استاندارد هاتون نزدیک تر بکنه. امیدوارم که از این مطالب استفاده لازم رو ببرید. مثل همیشه ازتون میخوام که کانال یوتیوب رو دنبال بکنید و اگر سوالی داشتید از طریق کامنت بپرسید، انتقادات و پیشنهاداتتون رو هم به ما بگید. تا برنامه‌های بعدی خدا نگهدار.